الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بینندگان و شنوندگان خوب برنامه فقه اسلامی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته عزیزا به سلسله برنامه فقه اسلامی امروز در رابطه با آداب رفتن به نماز جماعت و مواردی که پیش از نماز باید رایت شود صحبت میکنیم یک دوم چه کسی امامت کرده میتونه آیا قاری خوبتر است که پیش امام شوه نماز بده یا کسی که عالم بدین است این دو موضوع موضوع سومه که چه کسی امامتش درست است آیا انسان که چشمش نابیناست درست است آیا انسان که برده و غلام بوده درست است و مسائل دیگه که در این رابطه وجود داره اولی که از آدابی که ما به طرف مسجد میریم یکی است که هنگامی که نماز باید دست از کار بکشیم میبینیم وقت نماز رسیده آزان گفته میشه دست خود از کار بکشیم و آمادگی برای نماز بگیریم آیشه صدیقه رو باید میکنه که پیامبر علیه السلام سرگرم کارهای خانه بود وقتی که وقت نماز فرا می رسید رسول الله علیه السلام کارها را ترک می کرد و به خاطر نماز بیرون میرفت رفت می, رف. می رف به جماعت نماز را می خاند. رسول الله مصروف کارهای خانه بودی جمله چقدر زیباست پیامبر علیه السلام سلام با خانم خود با خانم های خود در خانه کار خانه را می کرد. وقت نماز میشد اما دیگه برای نماز می گرفت باری باریکی است که انسانایی که دین صحیح میفهمند خوبتر درکش می دوم و سوم چیزی که باید پیش از نماز آمادگی گرفته شود وجود داشتن است و رفتن به طرف مسجد است و راه رفتن زیاد هم امید زیادتر به است که انسان ثواب زیادتر را کسب کنه بنا حدیثی که از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است رضی الله تعالی عنه روایت است میگه پیامبر علیه الصلاه و فرمود من تطهر فی بیته کسی که در خانه خود وضو گرفت ثم مشى الى بیت من بیوت الله سپس قدم زد رفت در خانه از خانه های خدا یعنی در یکی از مساجد خدا لیقضی فریزت من فرایز الله تا ادا کند یکی از فرایز خدا را كانت خطواته احداهما تحط خطیعتن والأخرى و الاخرى ترفه درجه مجرد که قدم میمانه یک, می یک قدمش الله مطال توسط یک قدمش گناهایش از بین میبره قدم دومه که میمانه الله توسط اینمی درجه برش نصیب میگن یعنی چی معنا هر یک قدم میمانی یک گناه ختم میشه و یک درجه الله برد میده سبحان الله را رسول الله بیان میکنه ابن موسی عشری ابو موسی عشری روایت میکنه که فينبر عليه الصلاة والسلام فأمتك أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم مشى بهترین زیادترین اجر کسایی میگیره در نماز که خانه هایش از مسجد دور است و قدم زنان میایه به طرف مسجد پس این ای یکی از آداب مسجد است و آداب نماز جماعت است پیش از ادا کردن نماز جماعت در مسجد ای آداب باید مد نظر گرفته شود و رسول الله میفرمه که ان لکم بکل خطوت درجه بدون شک به هر قدمی که میمانین الله به شما درجه نصیب میگردن این سه چهارم چیزی که آداب است و انگام رفتن به نماز جماعت باید مراد شوه زود رفتن و به وقت رفتن این هم سنت است و هم یکی از آداب رفتن به جماعت است یعنی زود رفتن می‌بینید که هنوز وقت نماز نرسیده باز هم شما میرین یا وقت نماز رسیده در ابتدای وقت شما میرین داخل مسجد میشین این هم بهترین و فضیلت زیاد داره ابو هریره روایت میکنه که پیامبر علیه السلام فرمود اگر بدانن که زود رفتن بر مسجد در او چی چیز نافته است چقدر ثواب نافته است بدون شک مسابقه میگیرن مسابقه میگیرن کی زود به مسجد میرسن یعنی این همه سبب فضیلت داره کار پنجم که باید صورت بگیره آرام رفتن به سوی مسجد و با تمانینت و با وقار به طرف مسجد رفتن و با وقار به طرف نماز رفتن این سنت رسول الله علیه السلام است یک تعداد می بینیم وقت نماز که میشه پنج دقیقه مانده خب مشخص است که چی وقت نماز ظهر چی وقت نماز عصر خوانده میشه پنج دقیقه که میگیم زود عاجل دهمان ده برود یا آفتاوه را بگی وضو بگی پایش درست شسته نمیشه وضوی کامل گرفته نمیشه وقتی به طرف مسجد هم میره میبینی یک پاچه پایش بالا یکیش پایان سر وزش درست نیست شانه نشده منظم نیست لباسش درست نیست تر رو پنده کرده کالای خود رو میده و به طرف مسجد میره غال مقال از زینه تا میشه سر صدا دروازه مسجد باز میشه سر صدا در صف که میای سر صدا رسول الله علیه صلات و سلام چنین چیز من کرد ابو قتاده تر روایت میکنه که با پیامبر علیه صلات و سلام مشغول نماز خواندن بودیم که سر صدای افراد در گوش رسید صدایشان به گوش میرسید وقتی که نماز میگه ختم شد رسول الله علیه الصلاه و السلام برشون پرسان کرد که ازشون پرسان که چی میکردین چی حال بود گفتن که با شتاب به خاطر خواندن نماز جماعت آمدیم و این سرصدای صدای ما از ما بود پیامبر علیه الصلاه و السلام برشون میفهمه که دیگه کار کارا نکنه هرگاه میگه خواستین به نماز بیاین با آرامش و وقار بیاین حفظ کنین وقارت ای مسلمان به می خاطر ما که میگیم که با قرتک زدن و با وجد بیجای ذکر نیست ذکر خدا نیست وقارت از دسمیتی به می خاطر میگیم که اساس دین وقار است اسلام آمده که تو رو وقار بده اسلام آمده که تو رو عزیز بسازه اسلام آمده که یرفه و که بالایت ببره نه که بی وقارت بسازه به می خاطر رسول الله علیه و والسلام ما نمیکنه در حدیث دیگه ابو هریره از پیامبر علیه السلام رو روایت میکنه که پیامبر میفرمه که هرگاه صدای اقامه و اذان شنیدین با وقار و با آرامش به سوی مسجد بیاین و پیامبر علیه الصلاۃ والسلام که از رفتن و شتاب ورزیدن که به طرف جماعت میان خودداری کنه این دستور رسول الله است ششم چیزی که آداب است ذکر گفتن در مسیری که به طرف مسجد می, این. می این به طرف جماعت

چهار طرف مریال نورانی بساز خدای چشم من نورانی بساز خدای گوشای من نورانی بساز و خدای مرا هدایت کن این دعا رسول الله علیه الصلاه و میخوان وقتی که داخل مسجد میشد پیامبر علیه الصلاه و السلام اول پای راست میمان پیامبر باز میگفت بسم الله اللهم صلی علی محمد این را میگو باز پیامبر میگفت اللهم افتح لی ابواب رحمت خدای دروازه رحمتت برای ما با باز بکردم. با هفتم آداب فرو نبردن انگوشتا به دیگه وقتی که شما در داخل مسجد هستین نباید دستایتان این شکل باشه ولو که نماز هم نمیخانین ولو که نماز شروع نشده ولو که بعد از نماز هم هستین درست نیست که شما دستایتان به شکل باشه چرا پیامبر علیه السلام میفرمای که اذا توزع احد فی بیتی هر گویا که شما در خانه خود وضو کرد ثم ات مسجد باز آمد به با مسجد کان فی صلات اس در نماز مجرد که داخل مسجد شدی در نماز است حتی یرج تا وقتی که از مسجد خارج فلا یفعل ها کذا پس پیامبر میگه این قسم نکو باز میگه که و شبک بین اصابعه پیامبر در میان دستای خود قسم کرد پیامبر میگه این کار نکو ترق ترق نکش آداب دیگه خواندن دو رکعت تحیت المسجد سنت است ما گفتیم هر گاهی که شما در مسجد رفتین جماعت برگزار نبود ولو که خود هم گفته میشد دو نماز تحیت المسجد بخوانین ما بحثش در نمازهای سنت گذاشت نهم هنگام برپایی نماز فرض هیچ نماز دیگه جواز نداره خواندن شما آمدین دیدی که ملا امام نماز فرض میخوانه براتون جواز نداره که شما برای نماز سنت بخوانن. بعضی از برادرها را ببینیم نماز جماعت صبح برگزار از فرضش این میای پشت ستون استاد میشه در دالیز استاد میشه صدا را در این مسجد استاد است نماز سنت صبح خود را میخوانه درست نیست رسول الله علیه الصلاه و السلام یک صحابه را دید که می کار میکنه پیامبر پیغمبر علیه الصلاه و السلام برش گفت که آیا نماز صبح فرضش چهار رکعت شده پس پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه نکنین این کارا این کارا نکنین یوشک ان یصلی احدکم صبح اربع پیامبر میگه که یکی از شما نزدیک است که نماز صبح دو نه چهار رکعت بخانه فرضش چهار رکعت جور کردی می خاطر جواز نداره اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه هر قامت بر نماز گفته شد نماز جواز نداره مگر اون نماز فرض که برش قامت گفته شده دیگه جواز نداره ما سنت بخوانیم، نفل بخوانیم، تحیه المسجد بخوانیم نه خیر باید بر جماعت اشتراک کنیم دهم ده چیزی که آداب است پس از آزان وقتی که آزان گفته میشه و پیش از اقامه خارج شدن ما بدون عذر از مسجد درست نیست آزان گفته میشه شما در داخل مسجد هستید برتون جواز نداره از مسجد خارج شوین تا وقتی که نماز نخوانده باشین اگر عذر داشتین بله وضوی تنگه وضو میگیرین یک ضرورت دیگه داره ناجل است میرین اون رو ختم میکن. یا میرین یک کار هست میکنین دوباره برمیگردین اشکال نداره دلیل ابو شعسام روایت میکنه که امروی ابو هریره رضی الله تعالی عنه بودیم در مسجد نشسته بودیم که یک شخص بعد از اینکه آزان گفته شد استاد و برخواست و از مسجد خارج شد میگه ابو ابو هریره چشمش تو تعقیبش میکرد که از مسجد برآمد باز میگفت که این شخص والله ای که مخالفت اول قاسمه کرده این شخص ترک سنت اول قاسمه کرده پس این کار درست نیست چیز دیگه هنگام اقامه نماز تا پیش نماز ما ندیدیم تا ملا امام ندیدیم ما نباید از جای خود استاد شویم هنوز ملا امام درک نداره سات مجرده که پوره آدم استاد است یا هنوز ملا امام نامده خودش داخل مسجد استاد است اگر منتظر تا او بیایه نه سنت رسول الله بود خود پیامبر علیه الصلاه و السلام می که اذا اقیمت الصلاه فلا تقومو حلا حتی ترونی هرگاه قامت گفته شد تا وقتی که مرا ندیدین استاد نشه تا وقتی که ندیدین تا وقتی که ملایم ما من ندیدین استاد نشین ملایم خودش نشسته خودش نشسته هنوز اقدام به استاد, استاد شدن نداره یک کس دیگه استاد میشه از اجری خود نبرمد از اتاق خود نبرمد وقت قامت گفتم میره یا صدایش میکنه بلا صاحب وقت نماز است کار خلاف شریعت است خلاف بقار است خلاف ارزش یک ملا یک ارزش یک امام است این آداب بود مربوط به مردها هم زنها را شامل میشد آداب ویژه ای که مربوط به خانم ها میشه اول به خاطر رفتن به مسجد از شاورهای خود اجازه بگیرند بعضی از علما میگه اجازه نیست بلکه خبر دادن است باید به شوهرهای خود خبر بدن که من میرم به مسجد با خبر باشند دوم اگر شوهرها هم بنا به احادیث رسول الله حق ندارن ممانتشان کنند حق ندارن که خانم های خود را ممانت کنند که به مسجد برند در کدام صورت ممانت کرده میتونه ان شاء الله با شرح بدیم ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که پیامبر علیه الله و السلام فرمود اذا استاذن احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها هرگاه خانم شما از شما اجازه گرفت که من میرم به مسجد منش نکنه حدیث هم صحیح از بخاری و مسلم روایت میکنه باز از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که همسر عمر رضی الله تعالی عنه برای نمازهای صبح و خفتن میره به مسجد یک تعداد برشون گفتن که چرا این کارو میکنی آیا عمر رضی الله تعالی عنه ناراحت نمیشه از کار باز میگه خانمش برگفت چطور عمر ناراحت شود در صورتی که پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمای که لا تمنعوا اما الله مساجد الله کنیزکان خداوند خدمتگارای خداوند را از مساجد خدا باز ندارین میگویی سخن عمر را باز میداره که مرا باز بداره از مسجد یعنی مانش میشه که مانع مشو از رفتنم به مسجد پس اجازه است که خانم ها برن به طرف مسجد اما اگر خدارایی کرده باشند خوشبوی زده باشند عطر استفاده کرده باشند زینت استفاده کرده باشند و موضوع خوف فتنه بود در اوجه باز رفتنشان به مسجد اکثر علیل می که حرام است نباید بره نماز خود در داخل خانه خود بخوانن و واجب هم نیست برای شوهرها که اجازه بده حتی برشان جواز نداره که شوهرها اجازه بده به خاطر محل فتنه است به خاطر که خانم آرایش کرده به خاطر که خانم خوشبوی استفاده کرده به خاطر که دیگران اعوذ بالله در فساد واقع میشه اجازه برش نده در خانه خود بخوان زنان باید از آرایش وقتی که به مسجد میرن خودداری کنن از استفاده عطر و چیزای خوشبو خودداری کنن این کار نکنن دلیل زینب همسر عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه که رسول خدا به ما فرمان داد که اذا شهدت احدا کن المسجد فلا تمس با هرگاه یکی از شما میخواست به مسجد برم به هیچ خوشبویی دست نزنه خوشبو خود را نساز ابو هریره هم روایت میکنه که پیامبر فرمود که لا تم نو اما الله مساجد الله والیخرجنا تفلاتن بنده های خود را زن ها را منع نکنین از اینکه برن بر مسجد های خداوند باز پیامبر میفرمایه که ولی تفیلاتن باید بدون خوشبویی بیرون شوند و برن به بر مسجد های خداوند ای آداب آداب دیگه زنان انگام ورود و خروج از مسجد نباید با مردها آمیخته باشن نباید با مردها آمیزش داشته باشن یعنی یک جا باشن دید و باز دیز داشته باشن نه خیر به خاطر صحابیا در زمان رسول الله علیه و سلام بعدا از مردان مکمل می باز با زن می آمدن پشت سر رسول الله علیه و والسلام استاد می شدن نماز می خواندن مجردی که رسول الله سلام دور داده بود خانما می خسن می رفتن به طرف خانمای خود و رسول الله علیه و والسلام وقتی که سلام داده بود مکس میکرد درنگ میکرد تا خانم ها مکمل بره اگر امروز هم چنین چیز وجود داره ملایمان باید کار را را کنه که رسول الله کرده و اگر خانم ها میرن به نماز همو کار را, را کنه که صحابیات در زمان رسول الله علیه السلام هم جام داده بودن ای بود مواردی که باید در آمدن به طرف مسجد و در بودن در نماز جماعت مراد شوند و این یک نوع آدابش است حالا برمیگردیم به این که پیش نماز یا ملا امام که نماز میته کی باشه اول فضایلش بند میکنه بعد بر به اختلاف که های باید کسی که قاری است خوب تر پیش شوه به نماز یا کسی که عالم است خوب است که پیش شوه به نماز اولی که ببینین در عدیثی که در رابطه با وقوع قیامت است یا اشراط الساعه است اما موضوعات که پیش از که قیامت برگزار شود و برپا شود واقع میشه در او حدیث است که عیسی و سلام وقتی که میآید به دنیا زنده است عیسی علیه السلام وقتی که میایه پیش فرمانده مسلمین برش میگه فرمانده مسلمین که شما پیش شوین نماز بدین باز عیسی علیه السلام میفرمای که نه خودتان فرمانده هستین بعضتان بر دیگه نماز بتین یعنی حتی امام حتی رسول الله حتی عیسی علیه السلام پیش نمیشه و امام امام حی امام مسلمانان پیش میشه این فضیلت است این همه فضیلت دار اما اما ائمه مساجد نهایتا باید انسان های متقی و پرهیزگار باش رسول الله میگه که ما بر امتم نمی ترسم از این می ترسم که امامتشان و امام های گمراه بر میشان باشه و پیشگامانشان امام های گمراه باشه و به مخاطر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام میگه که خدایا ائمه را ببخش ائمه را ببخش این مرتکب اشتباه زیاد میشن به مخاطر رسول الله علیه پس نهایتا متوجه گپم باشن حالا شایسته امامت چی کسی است شایسته امامت آیا کسی که قاری است یعنی حافظ قرآن کریم است قرآن کریم خوبتر میفهمد یاد داره خواندن تلفظ اینها یا کسی که عالم است کدام اینها باید پیشنماز شود دو دیدگاه وجود داره دیدگاه اول این است که دیدگاه امام ابانی فرح یاران امام ابانی ابو یوسف و امام محمد و زوفر امام احمد بن حنبل سفیان سوری ای است که میگن اول اولویت قاری داره کسی که قاری است باید ای پیش نماز شد دلائلشان چیز ابو سعید خدری رضی الله تعالی رو باید میکنه که پیامبر فرمود ازاکان و سلاستن فَلْيَأُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْأَمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ هر سه نفر بودین باید جماعت کنین کی پیش قدم شد و کسی که اقرع است کسی که آگاهتر به قرآن کریم است کسی که قراءت بهتر داشته باشه ای باید پیش دلیل دوم ابو موسای انصاری ابو مسعود انصاری روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاۃ فرمود کسی برای مردم امامت کنه که کتاب خدا را بهتر بخونه اگر از نظر در یک سطح بودن کسی پیش نماز شود که سنت رسول الله را خوبتر آگاهی دار. اگر در این بودن کسی که زودتر اجرت کرده او پیش نماز شود اگر در این مسایی بودن کسی که زودتر مسلمان شده ای پیش نماز شود اینها پیش نماز شود باید نماز را بخوانند بنا به این حدیث میگه رسول الله علیه و السلام گفته کسی که اقرا است کسی که بهتر قرائت دارد ای باید پیش نماز شود دلیل سوم امر ابن سلامه روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمود فیضا حضرت السلات و فلیو از و احدکم ولی امکم اکثرکم قرآن هرگاه که وقت نماز رسید یکی از شما آزان بگه و کسی که زیادتر قرآن کریم حفظ داره و پیشه و نماز بوده پیانبر علیه السلام میره روایت میکنه امر ابن سلامه میگه این حدیث وقتی که ما به قوم خود گفتم قوم متوجه شدن که از ما کرده از ام ما امر ابن سلامه کرده کس دیگه قرآن کریم خوبتر یاد نداره و می خاطر میگه سن سالمم هم شش لاف ساله بود میگه مرا پیش نماز ساختن و ما به قوم خود نماز میدادم دید دومی است که نخیر فقیتر کسی که آگاه تر به مسائل فقیه از باید ای کسی که آگاه تر به دین است ای پیشه دلیلشان این گروه مذهب امام مالک امام شافی روایت از امام احمد بن حنبل روایت از امام ابو عنی فرح ای بیست دلائلشان چیست؟ میگه بسا در نماز چیزایی پیش میاد که جز با فقه کسی دیگه نمیفهم راست هم میگه یک انسان وقتی که پیش نماز میشه بعضی از موضوعات در خود نماز وجود داره که تا خوب مسائل فقیر نفهمی نمیفهمی نمازت مکروه شد با فاسه شد باطل شد نمیفهمی نمازت هیچ نمشکال پیدا نکرد نمیفهمی و می خاطر میگه کسی باید پیش نماز شه که آگاهی داشته باشه فقی باشه یک دلیل دلیل دومشان میگن در رابطه با عادیسی که گفته شد اقرایشان بشه، پیش یعنی قاری ترینشان و. ببینید میگه در میان صحابه قاری کی نمیگه میگه کسی را میگفت که ده آیه رفس میکرد او ده آیه را تمام احکامش را میفهمید اینی معنای قرائتش اینی معنی ای بود که باید تمام قرآن بفهمه هر آنچه که مربوط است بفهمه این مراد و مطلبش بود که می شخص باید پیش نماز شد. نه هر کسی که می که مثل که قرآن کریم مثل زبط سوت مثل موبایل وره ثبت کرده باشه و با زور بگی پیش نماز شد. فرقی و نمیشه بلکه با کسی باید پیش نماز شد که مسائل میفهم سوم دلیلشان میگه پیامبر علیه السلام در وقتی که مریض شدن ابو بکر صدیق به جای خود پیش نماز کرد الان که از رس از ابو بکر صدیق کرده کسان دیگه ای بودن که قرات خوبتر داشتن اما پیامبر بازم به خاطر که ابو بکر اعلم و ناس بعد از رسول الله در امت هست میره پیش میکنه به خاطر که خوب کتاب الله را میفهمید به خاطر که خوب سنت رسول الله را میفهمید پیامبر علیه السلام ابو بکر پیش نماز میکنه که نماز بخونه اینی دلایل ذکر میکنن میگه کسی که خوبتر مسائل دینی را میفهمه عالم به دین از بایدی شخص بشه حالا قول راجی قول راجی به احادیثی که از رسول الله رو دیدیم نظریه کسی که قرائت قرآن خوب یاد دارم ای باید پیش نماز شود در ضمن ازی شرط ای است که تمام مسائل مربوط به نماز بفهمه تمام مسائل فقهی نماز بفهمه این شخص باید پیش نماز شود و قول راجع هم همی است چند نکته مهم اقرا قاری ترین چی کس است وقتی که میگیم اقرا بشه یعنی قاری کسی که قاری تر است کسی که خوبتر تر میفهمه کی است چی کسی باید بشه جمهور علی میفهمه کسی است که قرائت نیکو داشته باشه صوت نیکو داشته باشه و به زیبایی قرآن کریم تلاوت کنه ای است یک نکته باز متوجه باشه کسی که شایستگی امامت نداره ولو که قاری خوب هم است درست نیست که ملایمام شود درست نیست که پیش نماز شود و دیگر پیش سرش نماز بخونند سر آپای عمرش در در موسیقی سپری شده سر آپای عمرش در فسق و فجور سپری شده اما صوت خوب داره این پیش نماز میشه یا کسایی که صوتشان مشابه با, صوت موسیقی از غنا است درست نیست به او شکل قرآن کریم خوانده شود عابس غفاری رضی الله تعالی عنه روایت میکنه میگه من خودم از رسول الله علیه السلام شنیدم که پیامبر خدا فرمود که امت خود را ما از شش چیز میترسانم شش چیز یک امارت کودکان امیر کودک باشه امیر پیشوای مسلمان یک انسان کودک باشه پیشوای رئیس پانتون کابلت یک انسان باشه خرد نه علمیت نه درایت نه فهم باش پیامبر از این میترسید دوم سربازان زیاد رسول الله میگفت که از این باز میدارم امت مرا سرباز زیاد داشته باشه چرا یعنی سرباز چی بنا همیشه در حالت جنگ باشه انسان که زیاد در جنگ هستن زیاد قسی قلب میشن سلی رحمی ازشون فوت میکنه دیگه مسائل ازشون فوت میکنه دید بازدید فوت میکنه ده ها چیز دیگه ازشون فوت میکنه میخاطر پیامبر خوش نداشت سوم قتل سلی رحم پیامبر میگه من این باز میدارم که شما قط سلی رحم کنید چهارم به شمردن خون متاسفانه خون ها روان است ششم کسی که قرآن وسیله آوازخانی خود قرار بده قرآن میخونه به خاطر آوازخانی سر خودشور ور چیخ ریس چه قسم الفاظ رسول الله زی منع کرده این خوش آوازی نیست خوش آوازی هم نیست که با لحجه خوب خوانده شود با تجوید خوب خوانده شود نیکی صوت بالا ببر پایین ببر کج کورش کچل قسم نق نق سر شور بته گردن شور بته که من قرارت میکنم چین چیز درست نیست منظور از ای که گفتیم آواز غنا و موسیقی همی است که مثل موسیقی باشه صداهای عجیب و غریب از خود وجود بیاره که خارج از قواعد لغت عربی و تجوید و آداب و قواعدی که علم تجوید داره ازو باشه در اون صورت درست نیست چیز دیگه کسی که پیش نماز است کسی که پیش نماز است حق کس دیگه نداره که او پیش نماز را از صلاحیتش سلب کنه و خودش پیش نماز شه چی معنا شما در یک جای رفتین میمان هستین ملایمام امامتش از نماز میتن شما او را نمیمانین خودتان میرین پیش نماز میشین جواز نداره شما شخصیت مثل شیخ الحدیث و شیخ القرآن مولانا عبدالسلام آبده نمیمانین که خود خودتان میره خود جواز نداره رسول الله میگه پیامبر علیه صلات و سلام میفرمه که لا یا امن الرجل الرجل فی سلطانه الا بیزنی هیچ کس پیامبر میفرمه کسی که در جای مسئولیت داره مسئولیت امامت داره جز با اجازه او نباید پیش قدم شد و امامت نبود نباید پیش قدم شد خط بهش ازش گرفت بانه خودش زحمت کشید جان کند 20 سال خون خدا به دست گرفت مبارزه کرد حالا اون مسکین اجازه نداره این ظلم است و رسول الله علیه الصلاه و السلام از چنین چیزی منع کرده این بود عزیزا آداب و ای که قاری یا چه کسی پیش نماز شوه بیان کردیم انشاءالله برنامه بعدی ما در رابطه با ایست که امامت شایسته تر یا امامت افراد که صحیح است کی است چی کسایی میتونن که پیشنماز شون و شریعت برشان جواز داده مثل انسان که نابینا است انسان که معلول است کودک که تمیز کرده میتونه خوب بده انشالله این موارد با اختلاف که وجود داره در برنامه بعد حضور شما پیشکش خواد کردیم تا برنامه بعد و دیدار بعد الله یار و مددگارتان